مردی که سعی کرد یه بهشت بسازه، مکانی که همه چیز فراهم بود، نه کار، نه خستگی، آب و غذای فراوان، بهترین هوا، آزادترین مکان. اما ساکنان اونجا رو به جایی بدتر از جهنم تبدیل کردن. بهشت رو جایی میدونیم که در اون همه چیز فراهمه، هر گونه غذا و نوشیدنی، حوری ها و قلمان ها و غیره و غیره. حالا چی میشد اگه همه اون راحتی ها و آزادی ها روی همین کره خاکی برای همه ما انسان ها فراهم میشد؟ همه انسان ها دیگه نگران غذا، سرپناه، تحصیل یا کار نبودن. چی میشد اگه مثل بهشت هیچ کس تابع قوانین محدود کننده روابط جنسی نبود، هیچ قانون و مسائل محدود کننده دینی و اعتقادی وجود نداشت؟ با این شرایط زندگی انسانها چطور میشد؟ آیا بهش ساختن همین دنیا بهترین هدف برای انسان هاست؟ برای درک پاسخ این سوال یه محقق دست به آزمایشی زد که بعدها به نام آزمایش کیهان 25 شناخته شد. جان کلهون، کارشناس رفتارشناسی جانوران در آمریکا، از سال 1954 تا 1972 با ساخت مدینه فاضله بهشت رو شبیه سازی کرد. البته نه با انسانها، با موجودی که در جهان علم مناسب ترین گزینه است، یعنی موشها. جان کلهون که در مورد رفتار حیوانات بسیار کنجکاو بود، در فضایی به اندازه یه اتاق لانه هایی پر از غذا و آب برای موشها ساخت. 4 جفت موش نر و ماده برای اقامت در بهشت انتخاب شدند. از میکروب ها و باکتری ها پاک شدند و در بهشت رها شدند. مطالعه رفتار اونها آغاز شد. لانه های زیادی از قبل آماده بود و نگرانی از این بابت نداشتند. چون غذا فراوان بود، موش ها قاپیدن غذا رو کنار گذاشتند. متوجه شدند که اینجا هیچ چیز به اونها آزار نمی رسونه و هیچ خطری هم اونها رو تهدید نمی کنه. درجه دمای محیط هم برای اونها عالی بود. بنابراین هیچ کار و زحمتی لازم نبود. با این اوصاف اونها به فعالیت مورد علاقه خودشون سرگرم شدن، یعنی جفت شدن، تا جایی که کار دیگه‌ای غیر از اون انجام نمیدادن. زاد و ولد آغاز شد. هر دو ماه جمعیت اونها دو برابر شد تا اینکه با افزایش جمعیت مشکلات آغاز شد. جان کلهون آزمایش رو طوری پیش می برد که جمعیت موشا هر چقدر هم که بشه غذا و آب فراوان بود و هیچ محدودیتی برای اونها نبود به جز یه چیز، محدودیت مکانی. کلهون به طور عمد فضای آزمایشی رو تغییر نداد. چون ما انسانها هم نمیتونیم مساحت کره زمین رو افزایش بدیم. کلهون میخواست بدونه اگه همین کره زمین به مکانی مثل بهشت تبدیل بشه و انسانها هیچ مشکل و نگرانی و محدودیتی نداشته باشن، زندگی و رفتار انسانها چگونه خواهد شد؟ برای همین هم کلهون فضای آزمایش رو تغییر نداد. آزمایش کلهون ادامه پیدا کرد. در 315 روز رشد جمعیت موشا شروع به کمتر شدن کرد. ظاهراً موشا فهمیدن که فضا برای اونها تنگتر میشه. موشای نر که در ابتدای کار مثل رئیس عمل میکردن، چون قلمرو خاصی نداشتن، اقتدار خودشون رو از دست دادن. همه موشا فهمیدن که این مکان برای همه اونهاست و از حقوق برابر برخوردارن و فهمیدن که اونها هیچ نیازی به یه رهبر و رئیس ندارن. فضا متعلق به همه اونها بود. کم کم قوانینی که زندگی اجتماعی موشها رو هدایت میکرد از بین رفتن. همه موشها خودسر شدن. فقط و فقط به فکر خودشون بودن. این امر باعث شد که اعتماد اونها نسبت به همدیگه کمتر و کمتر بشه. موشایی که به هر دلیلی ضعیف و یا زشت تلقی میشدن یک گروه تشکیل دادن. موشای قوی و زیباتر هم گروه خودشون رو تشکیل دادن. اونها فقط به جهت ظاهرشون شروع به جدایی از همدیگه کردن. جنگ و دعواهای بی هدف در اون بهشت کوچیک زیادتر شد. موشای زشت و زیبا همیشه با هم درگیر می شدن و تلفات هم زیاد بود. موشایی که قبلا تشکیل خانواده داده بودن دیگه تعهدی نسبت به خانواده احساس نمی کردن. نرها مراقبت از جفت خودشون رو رها کردن. موشای ماده ضعیف از طرف نرهای قوی تر به شدت مورد تعرض جنسی قرار می گرفتن.
این موش‌های ماده ضعیف که دیدن نمیتونن در مقابل این شکنجه‌ها کاری از پیش ببرن، دچار افسردگی شدن و وقتی زایمان کردن، عقده خودشون رو روی نوزادای خودشون خالی کردن. نوزادان رو شکنجه و آزار میدادن. این مسئله باعث کاهش جمعیت موش‌ها شد. تعداد کمی از موش‌ها به سن بلوغ می‌رسیدند. وضعیت طوری شد که همه موش‌های ماده از نرها وحشت داشتند و به بخش‌های بالاتر محل آزمایش رفتند و دوست داشتند تنها باشند، گویی که از افسردگی قصد خودکشی داشته باشند. پرخاشگری موش‌های ماده هم زیادتر شد. به نرها اجازه نزدیک شدن نمی‌دادند و مجرد موندن را ترجیح دادند. به این ترتیب بود که انحطاط اخلاقی بین موش‌های نر شعله‌ورتر شد. اکثریت موش‌های ماده وقتی از جفتگیری با نرها امتناع کردند، موش‌های نر قوی‌تر، موش‌های نر جوان‌تر را مورد تعرض جنسی قرار دادند. موش‌های نر جوان خیلی زود به این نوع مقاربت معتاد شدند و به زودی ظاهر اونها هم تغییر کرد. رفته رفته ظاهر و رفتار اونها هم مثل موش‌های ماده شد. زیباتر و آراسته‌تر هم شدند. مدتی بعد اوضاع در این بهشت مصنوعی بدتر هم شد. در بین موش‌های عادت جدید دیگه هم پیدا شد. یعنی هم نوع خاری. به دلیل جنگ و دعوای همیشگی بین موش‌ها، مرگ و میر زیادتر بود. تعدادی از موش‌ها به این فکر افتادن تا گوشت هم نوع خودشون رو مزه مزه کنن. بد نبود. به زودی عده‌ای از موش‌ها شروع به خوردن گوشت هم نوعان مرده خودشون کردن. کمی بعد هم شروع به کشتن موش‌های کوچکتر و ضعیف‌تر کردن تا اونها رو بخورن. در 560مین روز آزمایش، تعداد موش‌ها که به 2200 موش رسیده بود، شروع به کاهش شدید کرد. جنگ و وحشیگری ها زیادتر شده بود. نرها به همجنسگرایی عادت کرده بودند و این عوامل باعث کاهش شدید جمعیت موش ها شد. ظاهراً بهشتی که برای اونها مهیا شده بود به جهنم واقعی اونها تبدیل شده بود. وحشت در سرتاسر فضای آزمایشگاهی حاکم شده بود. ضعیفترها کشته می شدند و فقط قویترین ها زنده می ماندند. جمعیت اونها هم کمتر و کمتر شد تا بالاخره آخرین موش هم نفس آخرش رو کشید و نسل اونها در کمتر از 3 سال به پایان رسید. موش ها در اون فضای آزمایشگاهی منقرض شدند. با اون که همه چیز برای اونها مهیا شده بود و هیچ نیازی به کار و زحمت نداشتند و مثل بهشتیان باید زندگی می‌کردند، اما این موش‌ها با رفتار خودشون ریشه خودشون رو خشکوندند. این آزمایش نه یک بار که 25 بار تکرار شد و هر بار نتیجه همین بود: نابودی کامل. شما چی فکر می‌کنید؟ اگه در همین کره زمین هم برای ما انسان‌ها همه چی فراهم بشه و مثل بهشت بشه، آیا عاقبت ما هم مثل همین موش‌ها خواهد شد؟